با فراخوان کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر، امروز شنبه 10 فوریه 2018، پنجمین اکسیون در همبستگی با خیزش مردمی در ایران و همچنین در پشتیبانی از دختران خیابان انقلاب و طغیان جسورانه آنها علیه حجاب در مرکز شهر هانوفر انجام گرفت. این اکسیون همزمان گشت با سالگرد انقلاب ناکام بهمن 57، انقلابی که اگرچه نظام 2500 سالی سلطنتی را به اعماق تاریخ سپرد، اما در برقراری حاکمیت مردم بر سرنوشت خیش ناموفق ماند و از دل آن هیولای نابهنگام جمهوری اسلامی سر برآورد که سیاه کارانه تر از پیش مردم ایران را از عرصه های مختلف زندگی عقب راند. خوشبختانه اکسیون سالگرد انقلاب در بهمن امسال پیام انقلابی دوباره را با خود دارد که تلیعه دار آن خیزش اخیر مردمی است، بی هیچ توهمی، به هیچ جزی از این جرثومه تاریخ و با تجربه‌ای گرانبار حاصل گذر از رنجی 39 ساله. در نتیجه این اکسیون تبدیل به جشنی گشت با رنگین کمانی از سمبل طغیان دختران خیابان انقلاب و بادکنک های رنگارنگی با شعارها و پیام های تظاهر کنندگان همراه با ترجیبند نابودی جمهوری اسلامی. اجازه بدین از طرف کانون کنشگران سوسیالیست و دموکرات هانوفر، از زنانی که وقت گذاشتن و از سمینارشون وقتشون رو گذاشتن و اومدن توی این اکسیون شرکت کردن، صمیمانه تشکر کنیم. زنان، تشکلهای زنان و زنان دیگر و همجنسگرای ایرانی در آلمان، خیلی ممنون. در حالی که هر روزه در کشورمان زنان، جوانان، کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بیکاران و دراویش گنابادی اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به چالش می‌کشند و شرایط سختی را به رژیم جمهوری اسلامی تحمیل می کنند، 39 سال پیش درست در چنین روزهایی رژیم دیکتاتوری شاه در قیام 22 بهمن به دست توانای مردم سقوط کرد، ولی شعارهای اساسی مردم از قبیل آزادی، استقلال، برابری، عدالت و زندگی بهتر به دست حاکمان دغلکار جمهوری اسلامی مسخ شد. دیکتاتوری شاه با سرکوب، خفقان، زندان، شکنجه، ترور مخالفین و انقلابیون از یک سو و آزادی نسبی برای روحانیت در استفاده از انجمنهای مذهبی، مساجد، تقایا و هیئت‌های سینه‌زنی و غیره از سوی دیگر مسبب شرایطی شد که از دل انقلاب ضد سلطنتی استبدادی و ضد سلطه خارجی هیولایی سر برآورد که بسیاری از انقلابیون را از دم تیغ گذران و تمامی دستاوردهای انقلاب بهمن را یکی پس از دیگری نابود کرد تا استبداد را بر جامعه حاکم گرداند. ولی مبارزه و مقاومت توده‌های مردم برای تحقق آزادی‌های اجتماعی، عدالت اجتماعی، برابری و آزادی‌های دموکراتیک از قبیل حق تشکل، آزادی پوشش، حق اعتصاب و اعتراض و تظاهرات، جدایی دین و دولت و برابر حقوقی زنان در تمامی عرصه ها همچنان پابرجاست. در این میان مبارزه برای رهایی از ظلم و ستم و تلاش برای گستراندن برابری میان انسان ها بدون خودگردانی و خودمدیریتی، بدون ایجاد تشکلات توده‌ای از پایین در محل کار و زندگی به بار نخواهد نشست. نافرمانی زنان در همراهی با خیزش فرودستان و تداوم و تکثیر سمبل خیابان انقلاب برگی درخشان و ماندگار در تاریخ مبارزات مردم ایران خواهد بود. به دفاع از زندانیان سیاسی و همبستگی با مبارزات دموکراتیک مردم ایران و علیه جیانیان حاکم بر ایران در یک دل و یک صدا خواهان آزادی بدون قید شرط زندانیان سیاسی در ایران باشیم. سرنگون با جمهوری اسلامی ایران، زنده باد آزادی و برابری کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر، خیلی ممنون. از ویژگی این اکسیون همچنین همزمانی آن با سمینار سراسری سالانه تشکل‌های مستقل زنان و زنان دیگر و همجنسگرای ایرانی در آلمان در هانوفر بود و همگامی و همبستگی زنان شرکت کننده در این سمینار
که جلوه خاصی به این اکسیون داد. بیانیه آنان به زبان آلمانی و فارسی خوانده شد. So, liebe Frauen, liebe Leute, liebe Hannoveraner, Hannoveranerinnen, herzlich willkommen zu der heutigen Aktion. Diesen Beitrag, den ich jetzt gerade vorlese, ist das von einem Frauenseminar. Das ist eine dreitägige Frauenseminar von iranischen Frauen. قدنامه زنان شرکت کننده در سمینار سالانه تشکل‌های زنان و زنان دیگر و همجنسگرایان ایرانی در آلمان از 28 دسامبر 2017 برابر با 7 دی ماه خورشیدی جوانان از زن و مرد در سراسر ایران با شورشی علیه فقر و بیکاری علیه جمهوری اسلامی برخاستند. شورشی که بیش از یک هفته مرکز توجه نه تنها ایرانیان تبعیدی بلکه رسانه‌ها و سیاست مداران جهان قرار گرفت. سیاست مدارانی که نزدیک به 40 سال چشم بر جنایات یک حکومت دیکتاتوری مطلقه مذهبی بر علیه بشریت بستند و منافع اقتصادی خود را به دفاع از حقوق بشر ترجیح دادند. جوانان زن و مرد با خواسته با طرح شعارهای خود که مرکز آن فریاد یک پارچه نه به جمهوری اسلامی بود بر فریبکاری حاکمان و اقشار مرفه و همدستان آنان در ایجاد امید به اصلاح رژیم نقطه پایان گذاشتند. در این میان زنان شورشگر جوان روسری اجباریشان را به عنوان سلاح سرکوب زنان و سرآغاز حمله به حرمت و حقوق زنان ایرانی را بر سر چوب گرفتند. میدان را خالی نگذاشتند. حاکمان در تلاش برای خاموش کردن این جنبش خودجوش هر روز بر فهرست جنایات خود می افزایند و می کوشند با قتل، زندان و شکنجه این جنبش را در هم شکنند. هم‌اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی تعداد زیادی از معترضان به ظلم و فساد در بند و تحت فشار هستند. در میان بازداشت کنندگان بنا به گفته خود مقامات رژیم 29 نفر از زنان روسری و چوب کردگان وجود دارند که تنها به این جرم زندانی هستند. ما آزادی بی‌قید و شرط آنها را خواهانیم. ما زنان تبعیدی دیگر نیازی به برشمردن جنایات جمهوری اسلامی نمی‌بینیم، زیرا که موازی با این جنایات در افشای آنها و مبارزه با آنها خاموش بی عمل نبوده ایم. امروز بار دیگر حمایت خود را از جوانان به پا خواسته با گفتن نه به جمهوری اسلامی، نه به حجاب اجباری، نه به سرکوب زنان اعلام میکنیم و آری میگوییم به رهایی از ستم، آری میگوییم به آزادی، آری میگوییم به جدایی دولت و مذهب و از همینجا به کشورها و دولتهای حامی جمهوری اسلامی هشدار میدهیم به حمایت خود از این رژیم پایان بخشند و بیش از این دفاع از حقوق بشر را قربانی منافع اقتصادی، نظامی و سیاسیشان نکنند. قدنامه زنان شرکت کننده در سمینار سالانه تشکل‌های زنان و زنان دیگر و همجنسگرای ایرانی در آلمان فوریه 2018. حکومت ضد زن سرنگون سرنگون، 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 جمهوری اسلامی نابود باید گردد، جمهوری اسلامی نابود باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. در این اکسیون مجموعه چپهای رادیکال هانوفر در نهاد موسوم به کورنشتراسه که هفته گذشته میهماندار کانون در یک شب همبستگی و اطلاعاتی در مورد خیزش اخیر در ایران بودند نیز
پیام همگامی خود با فعالیت‌های سیاسی ایرانیان چپ و سوسیالیست علیه جمهوری اسلامی را اعلام کردند. Und gehen wir hier gemeinsam für ihre und unsere Befreiung auf die Straße. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Jetzt hören wir einen Beitrag von Amnesty International. Hallo, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Freundinnen. Brot, Freiheit, Arbeit forderten Anfang Januar 2018 in mehr als 100 iranischen Städten die Demonstranten. Die Proteste wurden blutig niedergeschlagen. In Barnis haben schon Aktionen پیشین نمایندگان سازمان عفو بین الملل Amnesty International اکسیون را با پیام همبستگی و اطلاعاتی و همچنین میز اطلاع رسانی در رابطه با موارد فاحش نقض حقوق انسانی توسط جمهوری اسلامی و جمع آوری امضا برای رهایی بازداشت شدگان همراهی کردند که مورد استقبال شرکت کنندگان در اکسیون و آبرین قرار گرفت. در این اکسیون همچنین پیامی در همبستگی با مردم آبرین که در مقابل تجاوز دولت بنیادگرا و شبه فاشیستی اردوغان مقاومت می‌کند داده شد و دولت آلمان را در مماشات با دولت ترکیه و تأمین سلاح‌های مرگبار آن مورد نقد و بازخواست قرار داد و خواهان قطع این مناسبات دورویانه و زیر فشار قرار دادن اردوغان برای پایان دادن تجاوز به دموکراسی خودگردان مردم در آفرین و کلن رجابا شد. Vergewaltigt und diversen Schikanen ausgesetzt. Die Ermordung von tausenden politischen Gefangenen, Frauen wie Männer. اکسیون با رها ساختن سمبولیک بادکنک‌ها در آسمان سرد هانوفر به نشانه رهایی از هر نوع ستم و اعلام تداوم این اکسیون‌ها در آینده به کار خود پایان داد. خیلی ممنون از حضورتون اینجا و از اینکه کسانی که بادکنک دستشونه لطف کنن همه بیان اینجا، میخوان همه رو با هم آزاد کنیم که بره بالا. لطف کنید یکم بیان جلوتر، بعد هم ما اکسونا بعدی رو از طریق روابطی که داریم و از تلفن و اینا همه رو به اطلاعاتون میرسونیم. صمیمانه از حضورتون تشکر میکنیم به خاطر اینکه شرکت کردید و با هم به جمهوری اسلامی اعتراض کردید.